سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با یه آموزش دیگه از اکسل در خدمت شما هستم. دومین آموزش از فرمول نویسی ما. آیا تا حالا براتون پیش اومده که به مسئله برمیخوریم که چندین و چند حالت داشته باشه؟ 5 حالت یا حتی 10 حالت یا حتی بیشتر و برای هر کدوم از اون حالت‌ها یه پاسخ ویژه‌ای در نظر داشته باشید؟ میتونید اینا رو با دستور ایف که توی جلسه قبلی داشتیم به صورت تو درتون بنویسید، ولی این کار سخت میشه. اکسل برای شما دستور if s رو پیشنهاد میکنه که در این ویدیو اونو به شما آموزش میدم و با این مثال کاربردی نشون میدم که چقدر راحت میتونید دستورات ترکیبی ساده رو داشته باشید. میریم که آموزش ها رو ببینیم. سلام و درود مجدد خدمت شما عزیزان. در ویدیوی قبلی دستور ایف رو براتون به طور کامل توضیح دادم. همونطور که دیدید اگر ما فقط یک شرط داشته باشیم که بخوایم اون رو بررسی کنیم دستور ایف استفاده میکنیم. اما اگه چند تا شرط داشتیم چی؟ خب یکی راه اینه که ایف تو در تو استفاده کنیم، دو تا دستور ایف رو تو داخل همین استفاده کنیم. حالا اگه فقط دو تا شرط باشه گاهی وقت زیاد مشکل ایجاد نمیکنه. ولی اگر شما شرط های زیادی داشتین چی؟ اینجا اکسل برای شما یه پیشنهاد بهتری داره که دستور if s هستش برای شرط های بیشتر. طبق گفته خود سایت مایکروسافت شما تا 127 دستور مختلف رو میتونید توی if s قرار بدین. حالا من دیدم بعضی دوستان اشاره میکنن تا 256 دستور که من جایی مبنایی ندیدم، ولی در هر صورت هر جفت اینا هم تئوری هست. شما هیچ وقت 127 دستور هم نمیخوایم به کار ببریم. حالا من توی این مثالی که برای شما آوردم 4 حالت مختلف رو میخوایم مثلا برای نمره تحصیلی یک دانش آموز در نظر بگیریم. اگر نمرهش بالای 18 بود در واقع گرید عالی رو بهش بدیم، اگر بالای 15 بود گرید خوب، بالای 10 ضعیف و کمتر از 10 هم مردود. حالا میشه حالت دیگه هم برای این در نظر گرفت که اگر مثلا خارج از این بحث باشه، اگر اروری داشته باشیم چیکار کنیم، که ما حالا فعلا توی این مرحله کاری باش نداریم، توی دستورات آینده میگم که باید برای اون چیکار کنیم. خب بیاین همین حالت رو بررسی کنیم. فقط حتما اینو مد نظر داشته باشیم چون ایف و دستورات اکسل به طور کامل به همون شکلی که نوشتید مرحله پیش میرن جلو. شما موقع طراحی فرمول باید اینم حواستون باشه که ما به همین ترتیب که اینجا نوشتیم اول بزرگتر از 18 رو در نظر میگیریم، بعد بزرگتر از 15 رو، چون اگه بخوایم برعکس این عمل کنیم اکسل مثلا میره کسی که نمرش 19ه اول میرسه به شرط اینکه بالاتر از 15 همونجا بهش خوب میده دیگه، ادامه نمیده، در صورتی که باید به اون طرف عالی میداده. پس با همین ترتیب منطقی ما پیش میریم. خب در این قسمت که میخوایم خروجیمون ثبت بشه من کلیک میکنم در فرمیولا بار بالا میزنم مساویه if s طبقه. لاجیکال تست اول ما چیه؟ میگیم اگر که عدد ورودی ما که اینجا باشه اگر بزرگتر و مساویه 18 بودش ویگور رو میزنیم، میگیم چه اتفاقی بیفته؟ توی کوتیشن میزنیم تایپ کنه عالی. ویدیو رو میزنیم، حالا میگیم لاجیکال تست دوم ما چیه؟ مجددا همون خونه ورودی ما، همون دوباره سیستم رو انتخاب میکنم، این سری میزنم، اگر بزرگتر مساوی 15 بود شرط دوم ما، ویدیو رو میزنم برامون تایپ بکنه چی؟ خوب. خب مجددا ویدیو بعدی خودش میبینین داره مرحله به مرحله اینجا به شما نشون میده که حالا باید چیکار کنید. داره میگه لاجیکال سه رو بزنید و همینطور الاخر. من دوباره میزنم 33، این سری بزرگتر مساوی 10 بود اعلام بکنه که ضعیف و در انتها اگر که این 33 ورودی ما کوچکتر از 10 بود ویرگول برای ما تایپ بکنه مردود و در انتها پرانتز رو میبندیم. الان چون هیچ عددی اینجا وارد نشده اونو
مساوی با صفر حالا در نظر گرفته و میبینی خروجی مردود به ما میده. حالا ما امتحان میکنیم، اگر نکنیم 19 رو من بزنم دیگه نمره عالی هستش، اگه مثلا 16 رو بزنم بین 15 و 18 دیگه خوب هستش، اگر مثلا 12 بزنم بین 10 و 15 دیگه ضعیف هستش، و اگه مثلا 8 رو بزنم دیگه به ما مردود هست. میبینید خیلی ساده تونستید یه فرمولی که به ظاهر حالا من روش کلیک میکنم شاید یه مقدار طولانی شده باشه رو خیلی راحت تر از ایفای تو در تو بنویسید. البته روش های دیگه هم برای همچین خروجی داریم که قطعا توابعش رو در آینده به شما آموزش خواهم داد. دوستان قبل از اینکه ادامه آموزش رو داشته باشیم، برای اینکه افراد بیشتری بتونن توی یوتیوب به این ویدیو دسترسی پیدا کنن حتما این ویدیو رو لایک بکنید. اگر سوالی دارید حتما در قسمت کامنت ها بگذارید تا من بهشون پاسخ بدم، و اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردیم حتما این کار رو انجام بدید و زنگوله رو حالت آل قرار بدید تا به محض تولید ویدیوهای جدید بتونید به اونا دسترسی داشته باشید. میریم ادامه آموزش داشته باشیم. خب اول اینکه برای اینکه این فرمول رو حالا راحت‌تر هم ببینید توی صفحه مانیتورتون، من اینو به صورت متنی هم براتون گذاشتم. نکته دیگه که وجود داره اینه که شما وقتی میخواید فرمول رو بنویسید و خصوصا اگه قرار این فایل رو به دیگران بدین استفاده بکنن، باید تا جایی که میتونین حالتهای ممکنه اون تابه رو در نظر بگیرید که برای اون فردی که داره استفاده میکنه پیامهای عجیب غریب در واقع خروجی نده. ببینیم ما الان اگر اینجا مثلا فرض بگیریم که این نمرات بین 0 تا 20 هستش، اگه تو ورودی مثلا ما 40 هم اینجا بزنیم داره میگه عالی، چون در واقع شرط ما گفته بود بالاتر از 18 دیگه حالا هر عددی میخواد باشه. و همینطور اگه مثلا من بزنم منفی 10 که اینا میگه همچین نمره هایی به طور معمول وجود نداره، بازم داره میگه مردود چون داره کمتر از 10 در واقع اونو محاسبه میکنه. یا اینکه حتی اگه من اصلا یه چیز اینجا تایپ بکنم الکی داره میگه عالی، چون اینو خود اکسل تبدیل میکنه به ساختار عددی و این عدد بزرگی میشه و برای ما داره اینطور خروجی میزنه. حالا شما میگم بعد سعی کنید اینا رو از بین ببرید. حالا ما چون توابع دیگر رو بهتون آموزش ندادیم، من الان سعی میکنم خیلی راحت مثلا با یه تغییر کوچیک تا یه حدی این مشکل رو رفعش بکنم. ابتدای همین فرمول کلیک میکنم، میخوام یه شرط جدید اضافه کنم، میزنم که اگر سی بزرگتر بود از 20 در واقع میتونستم بزرگتر مساویم بزنم، یه ویریبل میزنم و اینجا میزنم نمره اشتباه. خب اوکی، و در اون انتها من دوباره یه ویریبل میزنم، همین خونه رو انتخاب میکنم، اگر کوچکتر از این سری صفر بود ویلگو رو میزنم و دوباره میزنم نمره اشتباه و اینو میبندمش. خب حالا ما اینجا منفی 20 رو میزنیم. علتی که اینجا در واقع داره در واقع خروجی اشتباه ما میده همین هستش که گفتم بعد ترتیب منطقی این شرط رو رعایت بکنیم. بکنیم توی این فرمولی که من تایپ کرده بودم اینجا وقتی میرسه به مرحله قبل از گفتم که اگر که این عدد کوچکتر از 10 بود کلا میگه مردود، در صورتی که بعد یه تغییر کوچیک اینجا بدم بگم که اگر این عدد بزرگتر از 0 بود، چون بین 0 و 10 قرار میگیره دیگه، بگه مردود و اون موقع اگر کوچکتر از 0 بود نمره اشتباه. ببینید من اگر این انتر کنم درست میشه، یعنی من اگر که اینجا الان عدد زیر 0 بدم نمره اشتباه رو به من نشون میده، اگر عدد بالا هم بزنم باز میگه نمره اشتباه. حتما بعد دیگه تو این بازه باشه. خیلی راحت شما میتونید اینجور مسائل رو حل بکنید و همیشه از دید اون کسی که داره این فایل استفاده میکنه نگاه بکنید.